به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دانشجویان، دانش آموختگان و یادگیرندگان مجموعه محترم فرادرس. میثم فراست هستم، کارشناس مهندسی مکانیک، در خدمت شما هستیم با ارائه مبحث تلرانس های طراحی و نقشه کشی. مبحثی که در خدمت شما هستم تلرانس های طراحی و نقشه کشی هست که با توجه به درخواست شما عزیزان و سایر دانشجویان رشته مهندسی مکانیک، من اقدام به ارائه این مبحث آموزشی نمودم. ابتداعاً قبل از ارائه مبحث اصلی ما که مبحث تلرانس ها هست، ما مقدمه ای خدمت شما ارائه بدیم برای پیدایش نقشه کشی صنعتی. خب، زمانی که در واقع بشر اولیه شروع به زندگی کرد و احتیاج پیدا کرد که وسایل لازمی رو برای خودش بسازه و از اون وسایل در صنعتگری و در ساخت و ساز منزل و خانه و در استفاده از کارهای مختلف از جمله کارهای صنعتی و کشاورزی استفاده بکنه، این الزام را پیدا کرد که یک سری قطعاتی رو برای خودش بسازه و از اون قطعات بتونه استفاده بکنه. خب، برای ساخت این قطعات قبل از اینکه اقدام به ساخت بکنه با روش‌های مختلفی که در اختیار بشر بود و در طول زمان این روش‌ها گسترده تر شد و پیشرفت بسیار بهتر و بیشتری به خودش گرفت، لازم شد که ابتدا یک طرح اولیه و یک نقشه اولیه‌ای و یک شکل هندسی اولیه‌ای از قطعه یا دستگاه یا هر وسیله‌ای که مورد نیاز خودش بود برای خودش در ذهن خودش ایجاد بکنه و اون قطعه اولیه و اون نقشه اولیه و طرح اولیه رو بیاد و پیاده بکنه با استفاده از ابزار و آلاتی که در اختیار داشت. قبل از اینکه صنعت خواندن و نوشتن هم به وجود بیاد، تصویر اشیاء و موضوعات مختلف که برای ارتباط استفاده میشد و هم برای طرحهای اولیه برای جهت ساخت و ساز، این اشیاء را انسانها بر روی خاک رس، بر روی چوب، بر روی سنگ، بر روی برگ درختان، بر روی پوست حیوانات، بر روی پوست درختان حکاکی و ترسیم می‌کردند و نقش و نگارهایی در واقع از دوران کهن و از دوران قدیم و نقشه‌های اولیه، چه نقشه‌های صنعتی و نقشه‌های جغرافیایی به وجود اومده و بشر با این کار اومد و در واقع تکامل‌هایی را داد و این صنعت را یا در واقع این ابتکار و هنر را پیش برد. با توجه به حفاری هایی که شده و پژوهش هایی که در تاریخ شده، در زمان های بسیار دور و قدیم، حتی سالهای قبل از میلاد، نقشه هایی به دست اومده که برای نشان دادن و معرفی کردن و همچنین در واقع ساختن قطعات و وسایل صنعتی از اون نقشه ها استفاده می شده. اما خب این نقشه ها بسیار نقشه های ناکارآمد و نقشه هایی بودند که در شرایط بسیار محدود کاربردی بودند و میتونستن مفید و فایده باشند، به خاطر اینکه این نقشه ها به طور کامل بیان کننده و گویای خواسته های طراح و خواسته های ترسیم کننده نقشه نبوده و همچنین دارای یک قواعد و یک پایه های مشترک نبوده که همه بتونن این قواعد را درک بکنند و از اونها بهره هایی را داشته باشند و بتونن با استفاده از یک اصول و یک چارچوب مشخصی به هدف برسن. این بود که گاهن منظور خواننده نقشه و بیننده نقشه از منظور کسی که این نقشه رو کشیده بود و درخواستاش به طور کامل درک نمی‌شد و مشکلاتی برای خواندن نقشه ها و ساخت و ساز برای قطعات در این زمینه پیش می اومد. برای رفع این مشکل آقای لئوناردو داوینچی که نقاش و مجسمه‌ساز ایتالیایی مشهور هست، اومد یک طرحی رو ارائه نمود و با استفاده از اون طرح ابتکاری خودش قواعدی رو به وجود آورد و با استفاده از اون قواعد اومد در واقع اجسام را که در حالت طبیعی به صورت سه‌بعدی هستند، یعنی به صورت در واقع عامیانه و ابتدایی دارای طول و عرض و ارتفاع هستند، اینها رو اومد روی صفحات دوبعدی با رسم تصاویری که ابتکار زده بود نشون داد. یعنی اومد جسم سه‌بعدی رو با استفاده از قواعد خودش بر روی صفحه دوبعدی پیاده کرد که بتونه قابل فهمتر و گویاتر برای همه باشه، به خصوص برای متخصصین و سازندگانی که از این روش ها استفاده می کنن. نقشه ها بسیار عالی تر شد، بهتر شد، گویاتر شد، قابل فهمتر شد و ترسیم کنندگان و خوانندگان نقشه با استفاده از قوانینی که آقای لئوناردو داوینچی به وجود آورد تونستن که تا یه حدی مشکلاتشون رفع بشه و تا یه حد بسیار قابل توجهی پیشرفت هایی در زمینه علم نقشه کشی و نقشه خانی صنعتی به وجود بیاد و بتونه مشکلاتشون حل بشه. خب، بعد از آقای لئوناردو داوینچی، ریاضیدانان و دانشمندان اروپایی اومدن راه ایشون رو ادامه دادن تا اینکه آقای کاسپار مانج که از دانشمندان اهل فرانسه بود، در سال 1798 میلادی علم هندسه ترسیمی و قوانین و اصول استفاده از هندسه ترسیمی را معرفی کرد. با استفاده از قوانینی که آقای کاسپار مانج
پای گذاری کرد و بنیان گذاری کرد و این مسائل را کاربردی کرد، این قواعد و اصول پایه و ریشه نقشه کشی صنعتی شد و امروز هم در واقع از همان اصول طرح‌ریزی شده و پایه ریزی شده توسط آقای گاسپارمانش در بحث نقشه کشی صنعتی استفاده میشه و نقشه ها قابل فهمتر و گویاتر میشن. ببینید، ما بحث اصلیمون در واقع تلورانس های نقشه کشی هست و حالا فعلا بحثی که من خدمت شما ارائه دادم یک مقدمه بود بسیار کوتاه و بسیار کلی و خلاصه از بحث نقشه کشی و پیدایش اون و مراحل پیشرفت اون. خب وقتی که ما بخوایم که یک قطعه یا یک ماشین صنعتی رو طراحی بکنیم، اون چیزی که در ذهن طراح شکل گرفته و طراح میاد اون رو از طریق نقشه های خودش ارائه میده و طرحهای مد نظر خودش رو بیان میکنه، اون طرحیه که کاملا ایدئال هست، کاملا مطلوب هست و کاملا قابل قبول میتونه باشه. بنابراین رسیدن به این طرح که حالا همیشه ایدئال و قابل قبول هستم همیشه ممکن نیست، بر اثر خطاهایی که به وجود میاد که این خطاها ناشی از شرایط مختلف تولید هستند، مثل شرایطی که ماشین آلات دارن، شرایطی که مواد و متریال ساخت ممکنه که داشته باشن، خطاهایی که در تولید ممکنه به وجود بیاد، خطاهای انسانی و غیر انسانی، خطاهای ماشینکاری، خطاهایی که ناشی از اندازه‌گیری قطعات هستن. با استفاده از این شرایط ما نمیتونیم به در واقع اون طرح ایدئال و مطلوبی که مورد نظر طراح هست برسیم و همیشه نسبت به اندازه های ایدئال و شرایط عددی و شرایط هندسی ایدئالی که در ذهن طراح هست همیشه یک انحراف هایی به وجود میاد و اون چیزی که ما در واقعیت به دست میاریم با اون چیزی که ابتداعاً مورد نظر طراح بوده یکسان نیست. این انحراف های ایجاد میشه. حالا برای اینکه ما بتونیم این انحراف ها رو بپذیریم، باید یک سری محدودیت ها، یک سری حدود ها، یک سری مرز هایی را تعیین بکنیم تا بتونیم با استفاده از این طراحی و حدود و این مرز ها بتونیم اون نقشه ها را که غیر مطلوب و غیر قابل ایدئال از نظر اولیه طراح بودن به مرز پذیرش برسونیم. یعنی اون انحراف ها را در واقع بیایم در حالت انحراف های مجاز در نظر بگیریم و خب این به دلیل این هست که ما بتونیم اون مشکل عدم امکان پذیری ساخت دقیق قطعه را حل بکنیم. وقتی که طراح یک اندازه ای را به ما میده با یک اندازه اسمی ایدئال و ما دقیقا نمیتونیم به اون اندازه برسیم، باید خب یک سری حدود، یک سری شرایط، یک سری اندازه هایی را تعریف بکنیم، یک سری مرزهایی را تعریف بکنیم تا با استفاده از اونها و قوانینی که پیرامون اونها طرح‌ریزی میکنیم بتونیم که اون نقشه های غیر ایدئال اولیه رو پذیرش بکنیم. اینجاست که ما به بحث تلرانس گذاری یا تلرانس گذاری نقشه ها میرسیم و برای اندازه های عددی و برای شرایط هندسیمون اون حدود و مرزهایی رو که تعیین میکنیم به نام تلرانس یا گاهن تلرانس نامگذاری میکنیم. وقتی که به فرهنگ لغت مراجعه میکنیم، به خصوص فرهنگ لغات مهندسی مکانیک، مفهوم تلرانس را به عنوان حد تحمل یا رواداری تعریف کردن. واحدل فارسی که برای تلرانس در نظر گرفته شده و عمدتا در فرهنگ های لغت و در دیکشنری ها شما با اون برخورد میکنید، بهش میگیم حد تحمل یا رواداری. اما اگر بخوایم از لحاظ فنی تر و جزئی تر وارد قضیه بشیم و به صورت کاربردی تر به مفهوم تولرانس نگاه بکنیم، یک تعریف دیگه میتونیم براش ارائه بدیم به عنوان حد تغییرات مجاز در اندازه ها. یکی از معانی تولرانس حد تغییرات مجاز در اندازه ها هست. یعنی این برمیگرده به همون مفهوم اولیه که من خدمت شما ارائه دادم، یعنی انحراف حالت ایدئال ما و اندازه ایدئال ما نسبت به اندازه به دست آمده نهایی بر روی قطعات کار یا بر روی ماشین‌آلات صنعتی. یک تعریف دیگری که میتونیم از تلرانس ارائه بدیم، تلرانس را اینطور تعریف بکنیم که مقدار اختلاف مجاز و قابل قبول اندازه قطعه ساخته شده با اندازه قطعه درج شده روی نقشه طراحی و ساخت است. یعنی بیایم به صورت جزئی‌تر و دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم، اندازه‌هایی رو که به دست آوردیم بگیم که حالا اون مقداری که قابل قبول و قابل اندازه هست رو میگیم تلرانس. طراح به ما گفته که آقا طول یک شفت یا طول به فرض یک صفحه باید مثلا 20 میلی متر باشه، ولی خب با توجه به شرایط میاد در نظر میگیره که آقا این 20 اگر 20 ممیز 0.2 میلی متر شد،
یا از اون طرف اگر 19 ممیز مثلا 8 دهم میلیمتر هم شد اشکالی نداره، بر روی مونتاژ کار با توجه به شرایط کاربردی این جواب کار ما رو خواهد داد. اون فاصله ای که از اون 19 و 8 دهم میلیمتر تا اون 20 ممیز 2 دهم میلیمتر تعریف میکنیم محدوده تلورانسی ما هست. حالا وارد فعلا وارد تعاریف تخصصی تلورانس نمیشیم و جزئیات بیشترش که انشالله اینا در مباحث بعدی خدمت شما ارائه خواهیم داد، فقط اینجا یک آشنایی کلی و آشنایی اولیه داریم که برای تلورانس ها در نظر گرفتیم. تلورانس ها رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یکی تلورانس های عددی یا تلورانس های ابعادی یا همون دایمنشنینگ تلورانس هستند که تعریفی که براشون ارائه میدیم مقدار اختلاف عددی مجاز و قابل قبول اندازه قطعات ساخته شده هست با اندازه عددی قطعات درج شده روی نقشه های طراحی و ساخت هست که در موردش توضیح دادیم. یک بحث دیگری که حالا انشالله در مباحث تلورانس های طراحی و نقشه کشی دو خدمت شما ارائه می کنیم بحث تلورانس های هندسی هستند، یعنی مقدار اختلاف شکل هندسی مجاز و قابل قبول قطعه ساخته شده با شکل هندسی ایدئال قطعه در شده روی نقشه طراحی و ساخت هست. وقتی که ما میگیم که آقا یک قطعه ما باید کاملا به شکل استوانه‌ای یا مکعبی یا مخروطی ایدئال در بیاد، در عمل به اون استوانه‌ای یا مخروطی یا مکعبی ایدئال نمیرسیم و لازم هست که یک سری انحرافاتی رو باز نسبت به این حالت‌های هندسی تعریف بکنیم که اینجا بحث تولرانس‌های هندسی پیش میاد که در مباحث آینده و در مبحث بعدی خدمت شما ارائه خواهیم داد. از نظر درج تلورانس ها با توجه به مباحثی که خدمتتون ارائه دادیم میتونیم بگیم ما یکی از خصوصیات کامل بودن نقشه این هست که اندازه هایی که در نقشه درج شده چه از لحاظ عددی و چه از لحاظ هندسی دارای تلورانس باشن و اطلاعات کامل را بتونن بیان بکنن. به همین خاطر برای اندازه ها به خصوص اندازه هایی که با اهمیت هستند به شرط اینکه نقشه ما کامل و ایدئال باشد باید هم تلورانس های عددی و هم تلورانس های هندسی در نقشه درج شده باشه تا بتونه سازنده ما اطلاعات نسبتا کاملی به دست بیاره یا قطعه درخواستی مطلوب و ایدئال ما را تا حد امکان متناسب با خواسته های ایدئال نقشه کش و طراح ارائه بده و نزدیک به اون حالت ها باشه. در ادامه مباحث مقدماتی قبلی که خدمت شما بیان کردیم در رابطه با اصول و اهمیت تلورانس ها در این قسمت و در درس دوم می‌پردازیم به اهمیت اندازه گذاری و تلورانس گذاری. ببینیم که حالا با توجه به مقدماتی که خدمت شما گفتیم اندازه گذاری و در کنار اون تلورانس گذاری در کنار اندازه گذاری چه اهمیتی میتونه داشته باشه و فواید تلورانس گذاری چیا هست. یک نقشه به عنوان یک نقشه ساخت و در واقع نقشه مکانیکی ساخت چه ویژگی هایی رو باید مد نظر داشته باشه؟ زمانی که ما یک قطعه رو یا یک مجموعه مونتاژی رو میخوایم بسازیم و نقشه های ساختمون را ارائه میدیم چه زمانی میتونیم بگیم که نقشه ها یا نقشه ما که به عنوان نقشه یا نقشه ساخت نامیده میشن ویژگی هایی را دارند که ما به اون نقشه ها میتونیم بگیم نقشه های کامل؟ نقشه ساخت ما باید کامل باشه، یعنی تمامی خصوصیات دارای اهمیت را تعیین کرده باشه. وقتی که اندازه هایی بر روی نقشه مهم هستند همه اون پارامترها و اندازه های مهم تعریف شده باشه. اگر یک پارامتر هندسی بر روی نقشه مهم هست حتما اون پارامتر تعریف شده باشه. حتی پارامترهای غیر قابل اهمیت با وجود اینکه حالا اهمیتی از لحاظ بحث اندازه گذاری یا تلورانس گذاری ندارن اما هرچی که در نقشه بیشتر درج شده باشن باز در کامل بودن نقشه به ما کمک میکنن. خاصیت بعدی که این نقشه باید داشته باشه نقشه ای باشه که واضح باشه، یعنی هیچ برداشت متفاوتی از نقشه ما نباید داشته باشیم. نقشه واضح نقشه هست که در واقع به زبان مشترک نقشه کشی و نقشه خوانی بیان شده باشه و اینطور نباشه که اطلاعات اون و برداشتی که یک طراح و نقشه کش از نقشه داره با اون اطلاعات و برداشتی که یک شخص کنترل کننده یا اندازه گیرنده و یا تولید کننده از نقشه داره این برداشت ها با هم متفاوت باشه. وقتی که یک اندازه و یک تلورانس از لحاظ نظر طراح و از لحاظ نظر نقشه کش داره یک مفهوم رو ارائه میکنه باید این اندازه از نظر شخص تولید کننده و شخص اندازه گیرنده قطعه و حتی شخصی که از قطعه داره استفاده میکنه اگر به شرط اینکه با نقشه خوانی و نقشه کشی آشنا هست این برداشت ها یکسان باشه و اطلاعات به صورت یکسان در قالب زبان مشترک نقشه کشی بیان شده باشه. نقشه ساخت نقشه ای هست که از نظر انجام وظیفه درست باشد، یعنی نقشه ای هست که وقتی ما این نقشه رو میسازیم قطعه ای که نقشش داده شده یا مجموعه ای که نقشه های اون داده شده است رو میسازیم و شروع به ساخت میکنیم بعد از اینکه این قطعه ما شروع به ساخت بکنه و
بیاد و وظیفه خودش را به عنوان یک قطعه، حالا اهم از اینکه در یک مجموعه مونتاژ بشه یا به صورت مستقل بخواد فعالیتی انجام بده، در اون قطعه بخواد وظیفه ای را در جایگاه خودش انجام بشه، از روی اطلاعات نقشه اون وظیفه کاملا مشخص باشه. یعنی اگر میخواد مونتاژ بشه با توجه به شرایط مونتاژش شرایط تلورانسی را در نظر گرفته باشه که مثلا حالا برای این حالت خاص مونتاژ ما چه تلورانسی باید در نظر بگیریم. اگر قرار هست که قطعه ما مثلا به صورت پرسی مونتاژ بشه، باید تلورانس بسیار بسته تر در نظر گرفته بشه، یا زمانی که قطعه ما به صورت روان قرار مونتاژ بشه تلورانس باید بازتر در نظر گرفته بشه. اینها از انجام وظیفه نقشه ما رو درست به ما بده. یا مثلا اگر قرار است که قطعه ما از لحاظ امکان ساخت هم در قالب خوبی باشه، باید این را از روی اندازه ها و تلورانس های نقشه در نظر بگیریم. یعنی این نتیجه رو میگیریم که از نظر امکان ساخت هم درست باشه. دقت اندازه گیری که مثلا ما برای تراشکاری میگذاریم با دقت تراشکاری که بر روی سنگ زنی هست کاملا متفاوت هست، که اون دقت در حد صدم جواب کار را میده، ولی در سنگ زنی دقت در حد میکرون لازم هست. نقشه ما باید از نظر بازرسی و کنترل هم درست باشه. شخصی که میخواد قطعه ما را اندازه گیری بکنه یا مجموعه مونتاژ ما رو اندازه گیری بکنه، بعد از اینکه این قطعه رو بعد از تولید بخواد اندازه گیری بکنه، از روی اندازه های درج شده در روی نقشه بتونه در واقع ابزار اندازه گیری خودش با دقت لازم انتخاب بکنه، و یا سازنده قطعه از روی اطلاعات نقشه و تلورانس های درج شده میتونه ابزار ساخت و ماشین های ساخت خودش رو انتخاب بکنه. یعنی اگر نقشه ما واقعا به صورت جامع و کاملی باشه، همه این اطلاعات قابل استخراج هست، که با توجه به دقت هایی که مشخص شده، که با توجه به دقت اندازه گذاری و دقت تلورانس گذاری ما به چه ابزار اندازه گیری با چه دقتی نیاز داریم. آیا دقت ما در حد صدم میلیمتر هست یا باید دقت در حد هزارم میلیمتر یا میکرون باشه. اینها از روی نقشه قابل بررسی هست. خب وقتی که این 5 تا ویژگی هایی که خدمتتون گفتیم، یعنی کامل بودن، واضح بودن از نظر انجام وظیفه، از نظر بازرسی و کنترل و از نظر ساخت در موقعیت ها و حالت های درستی باشه، نقشه ما وقتی که این 5 تا ویژگی رو داشته باشه به عنوان یک نقشه کامل شناخته میشه، و اگر یکی از این ویژگی ها رو نداشته باشه نقشه کاملی نمیتونیم بهش بگیم. و برای کامل کردنش، حالا چه در مرحله اندازه گذاری، چه در مرحله ترسیم، چه در مرحله طراحی، چه در مرحله ساخت و چه در مرحله اندازه‌گیری و کنترل کیفیت، نیازی که ما هزینه‌های اضافی رو براش در نظر بگیریم تا بتونیم که نقشمون رو از حالت ناقص به حالت کاملی برسونیم. بنابراین سعی بکنیم که همیشه نقشه‌هایی که ترسیم می‌کنیم متناسب با نظرات طراحی این ویژگی‌ها رو داشته باشه به صورت کامل، و در واقع به عنوان یک نقشه کامل و بدون عیب و نقص مطرح باشه. نقشه هایی که غیر کامل و غیر واضح هستند چه اشکالاتی ممکنه به وجود بیارن؟ این نقشه ها در فرایند های ساخت و در فرایند های کنترل سازنده و یا اندازه گیرنده ما را با مشکل مواجه می کنند، باعث می شن تا اونها در واقع در ساخت و کنترل کارایی بسیار خوبی نداشته باشند و عملا غیر قابل استفاده باشند، و همچنین باعث میشه تا کیفیت قطعه کار پایین بیاد. و پایین اومدن کیفیت قطعه کار یعنی عدم برآورده شدن نیازهای مشتری. چیزی که ما به عنوان کیفیت در صنعت تعریف می کنیم در واقع یک اصطلاح بسیار مختصر، و البته در حین مختصر بودنش، واضح بودنش و جامع بودنش، کیفیت یعنی خواسته مشتری. وقتی که خواسته مشتری در حد مطلوبی نباشه و یا نیاز مشتری در حد مطلوبی نباشه، یعنی قطعه ما از لحاظ کیفیت تو وضعیت بهبود کامل نیست، و در واقع یک وضعیت دلخواهی توی این زمینه نداره و نخواهد داشت. بنابراین اگر نقشه ما نتونه نیازهای مشتری را طبق خواسته خود مشتری برآورده بکنه، نقشه از لحاظ کنترل کیفیت در حد مطلوبی نیست، و بنابراین به این نقشه ما نمیتونیم بگیم نقشه کامل و واضح، و نقشه غیر کامل و غیر واضحی هست. نقشه‌های غیر کامل و غیر واضح یه دستشون نقشه‌هایی هستن که فقط اطلاعاتی مربوط به اندازه‌ها را در بر دارن، یعنی اطلاعاتی که مربوط به اندازه‌گذاری و تلورانس گذاری عددی هست، و این کفایت نمیکنه. این برای یک نقشه کافی نیست که بخواد اطلاعاتی داشته باشه و این اطلاعات فقط شامل یک سری پارامترهای خاص بشه، فقط شامل اندازه ها بشه. ممکنه که در نگاه اول اندازه گذاری ها و تلورانس گذاری ها کامل در نظر گرفته بشن، ولی خب در عمل، در موقع ساخت، در موقع بکارگیری نقشه، در موقع بکارگیری قطعه، در موقع در واقع اندازه گیری قطعه، ما پارامترهایی برمیخوریم که متوجه میشیم که اطلاعات بیشتری لازم بوده بر روی این نقشه درج بشه. به عنوان مثال اطلاعات تلورانس هندسی، اطلاعات مربوط به صافی سطح، اینها لازم هست که حتما بر روی نقشه ها درج شده باشه. و
ما موردی که بخوایم در نظر بگیریم غیر از اندازه گیری ها، اینها را دارای اهمیت اولیه ما هستند، ولی خب در مراحل بعدی باید مراحل کاملی را رو بر روی نقشه کشی و اندازه گذاری طی بکنیم. خب همطور که خدمتتون گفتیم ممکنه که در دیدگاه اول اندازه ها کامل بیان، اما خب در واقعیت و در عمل اینطور نیست. به عنوان مثال حالا اینجا ما یک مثالی رو خدمت شما ارائه میدیم تا اهمیت این مطلب روشن بشه. فرض کنید که یک قطعه که مثلا به عنوان یک تیغه ساده هست، این قطعه رو ما میخواییم به سازنده رو بدیم که بسازه. خب ببینید اینجا طول قطعه که حالا قطعه ما یک قطعه مکعب مستطیل شکل هست، دوتا نمای نقشه مشخص شده، طول قطعه مشخص شده، عرض قطعه مشخص شده، فاصله بین سوراخ‌ها مشخص شده، به راحتی به دست میاد، قطر سوراخ‌هایی که بر روی قطعه کار باید بخوره باز مشخص هست، ضخامت قطعه کار برای ما مشخص است. تلورانس گذاری‌ها هم بر روی نقشه به صورت کامل از لحاظ بحث عددی مشخصه. خب از نظر آقای طراح و آقای نقشه کش، یا حالا بهتر بگم از لحاظ شخص در طراح و نقشه کشی، همچین قطعه باید ساخته بشه. خب طول قطعه 600 میلیمتر به اضافه و منفی 5 دهم، حالا اندازه ها رو فرض کنید میلیمتری در نظر بگیریم. حالا این اندازه ها رو فعلا توضیحاتش رو در درس های آینده خواهیم داد. این اندازه 400 میلیمتر نهایتا مثبت و منفی 5 دهم میلیمتر تلورانس داشته باشه، سه تا سوراخ به قطر 10 میلیمتر که نهایتا مثبت و منفی 2 دهم میلیمتر تلورانس داشته باشه و گذاشته بشه، ضخامت قطعه هم که 30 میلیمتر 3 میلیمتر است. خب ظاهرا نقشه بسیار خوب، ایدئال و کاملی هست. ما اینو میفرستیم برای ساخت که این نقشه بره ساخته بشه. سازنده از روی این اندازه ها میاد نقشه رو میسازه، تلورانس گذاری ها رو رعایت میکنه، اما در عمل چیزی که به ما تحویل داده میشه و میخوایم اندازه گیری بکنیم یک سری حالت های خاصی برای خودش داره. فرضاً این اندازه ها به دست میاد. ببینید اینجا اندازه ها کاملا رعایت شده. یعنی طبق تلورانس گذاری بر روی نقشه اندازه هایی که شخص سازنده به ما داده و پارامترهایی که ما اومدیم با ابزار اندازه گیریمون اندازه گیری میکنیم، اینها اندازه های ایدئالی هستند، تو رنج تلورانسی ما قرار دارن و شخص تولید کننده میاد این قطعه رو به ما تحویل میده، شخص اندازه گیری کننده یا کنترل کیفیت هم قطعه رو برای ما اندازه گیری میکنه، میگه خب طبق نقشه ای که به من داده شده اندازه ها توی رنج اندازه ها هستن، پس قطعه تا اینجای کار تاییده. ما ببینیم قطعه رو مونتاژ میکنیم بر روی کار، جایی که باید استفاده بشه میبینیم که نه، یه سری مشکلاتی داره ظاهرا در هنگام مونتاژ، قطعه ما خوب مونتاژ نمیشه، یا ممکنه مونتاژ بشه اما اون وظیفه و شرطی که باید به عنوان یک تیغه یا به عنوان یک کلید حالا یا هر چیزی شبیه اون هست، اون وظیفه‌ای که باید برای ما انجام بده رو خوب انجام نمیده. بنابراین اگر بیایم مجددا روی قطعه ریز بشیم و اندازه گیری ها رو دقیق تر و وسایل دقیق تر اندازه بگیریم، میبینیم که نه، این قطعه درسته که از لحاظ اندازه تو شرایط ایدئالی هست، اما از لحاظ شکل هندسی تو شرایط ایدئالی نیست. قطعه ما از یک نما باید به صورت مستطیل باشه، یک مستطیل ایدئال، اما اینجا اصلا شکل شده متوازی الاضلاع. این از همون کامل نبودن نقشه در واقع نشأت میگیره و نشون میده که درسته که شما با وجود اینکه اندازه گذاری ها و تلورانس گذاری های عددی رو خوب به کار بردید، اما راجع به شرایط تلورانس گذاری های هندسی هیچ گونه دقتی طراح و نقشه کش بر روی نقشه های ما نداشته و این حالت مونتاژی پیش اومده و قطعه ما کار خودش رو به درستی انجام نمیده. ممکنه هم که تا یک حدی تا یک زمانی انجام بده به درستی، اما این زمان بسیار کوتاهی خواهد بود، قطعه بازدهی ایدئال را نخواهد داشت و اشکالاتی را به وجود خواهد آورد که ما مجبوریم مجددا مثلا قطعه را عوض بکنیم، مجددا قطعه را بسازیم، که این در واقع مستلزم هزینه های اضافی هست که برای این کار مد نظر بگیریم و ضررهای ناخواسته ای که به تولید کننده، به خود طراح و به طور کلی به مصرف کننده، یعنی در همون چرخه که خدمتتون عرض کردیم از طراحی تا مصرف یا از طراحی تا بهره برداری، به این مشکل بر میخوریم و بهتره که اطلاعات در واقع به صورت کامل بر روی نقشه درج شده باشه. به این نتیجه میرسیم که اگر نقشه ما بخواد که نقشه کامل و واضحی باشه، باید همه اندازه های عددی و هندسی و میزان تغییراتشون یا تلورانس هاشون رعایت شده باشه. نقشه ای که فقط تلورانس های عددی برش رعایت شده باشه نقشه کاملی نیست. در کنارش باید خوب شرایط مونتاژی قطعه هم در نظر گرفته بشه تا بتونیم که ما تلورانس های هندسی مشخصی رو هم براش در نظر بگیریم، یا با استفاده از شرایط کاربرد و شرایط استفاده قطعه و مواردی که طراح مشخص کرده، حتما مواردی مثل صافی سطح و حتی اگر قطعات جایش نیاز به جوشکاری داره یا اتصالاتی نیاز هست، حتما شرایط اونها هم بر روی نقشه درج شده باشه، موقعیت ها دقیقا مشخص شده باشه، زوایای موقعیت های دقیق و قرار گرفته.
ولی خب حالا همونجوری که ما خدمتتون گفتیم، فعلا توی این بحث آموزشی که در خدمت شما هستیم، ما بیانمون بیان تولرانس های عددی هست و انشالله تولرانس های هندسی حالا انشالله در مبحث دوم این مبحث آموزشی بیان خواهد شد. یه مثال دیگه که خدمت شما بزنیم اینه که ما شرایط آب بندی و شرایط مونتاژ رو هم باید در نظر بگیریم. مثلا فرض کنید که قراردادی ساخته شده برای ساخت 4000 عدد ولو یا شیرهای صنعتی با حداقل قیمت. خب پس از تحویل می‌بینیم که شیرها برگردونده میشن، چون اون آب بندی هایی که باید بین واشر آب بندی و سطوح ریختگری شیر باشه وضعیت مناسبی نداشته و حتی اگر تمام نیازهای قطعه برآورده بشه باید اون شرط هم رعایت بشه تا در حالت مونتاژی بتونه این کار انجام بشه. حالا ببینید، ما یک مسئله دیگری هم داریم که ما همواره در عمل با این قصه مواجه میشیم که قطعات و موارد تولید شده برای یک مجموعه مونتاژی در چه جاهایی تولید شدن و ما باید ببینیم که شرایط به چه شکل هست. من بحث رو با یک مثال انجام میدم تا این قضیه کاملا برای شما تفهیم بشه. فرض کنید که یک موتور اتومبیل رو ما میخوایم بسازیم در یک کارخانه خودروسازی و این موتور اتومبیل خب باید دارای قطعاتی باشه. قطعاتی مثل میلنگ، مثل پیستون، سیلند، مجموعه سیلندها، چرخ دنده‌ها، چرخ زنجیرها، تسمه‌ها، قطعات مختلفی که شامل موتور میشه. فرض کنیم که یک کارخانه میخواد اقدام به ساخت این موتور بکنه. اگر تمامی قطعاتی که برای مونتاژ این موتور لازم هست در خود اون کارخونه تولید بشه و در خود اون کارگاه تولیدی انجام بشه، پس از مونتاژ ما عملا مشکل خاصی برای مونتاژ و بهره برداری نخواهیم داشت، چون همه ساختها توی یک مجموعه داره انجام میشه، همگی با هم هماهنگ هستن، فرآیندها با هم مرتبط هستن و در نهایت قطعات مونتاژ میشه و موتور به بهره برداری کامل و دقیق خودش میرسه. اگر اشکالاتی هم باشه حین کار برطرف میشه. اما فرض کنید که حالا این کارها در یک مجموعه تولیدی و در یک کارخانه انجام نشه. به عنوان مثال میلنگ در یک کارخانه ساخته بشه، شاتون در یک کارخانه ساخته بشه، پیستون در یک کارخانه ساخته بشه و مثلا حالا پوسته یه موتور در یک بدنه ساخته بشه، موارد مختلف دیگه توی بعد ما کارخانه های مختلفی ساخته بشن. اینها وقتی که بیان سر هم دیگه با هم دیگه مونتاژ بشن، دیگه اصلا قطعات با هم دیگه مطابقت نمیشن. با وجود اینکه نقشه ها هم یکی باشه، ولی خب جداگانه ساخته باشیم با هم مطابقت نخواهند داشت و در عمل با مونتاژ با مشکل مواجه میشیم. برای رفع این مشکل ما میایم در واقع تولرانس های هندسی و تولرانس های عددی رو در نظر میگیریم و طبق همون محدوده رنج تولرانسی مشخص شده سازندگان خودمون رو الزام میکنیم، بهشون ملزم میکنیم به اینکه بیان و این کارها رو انجام بدن طبق این تولرانسی که در نظر میگیریم براشون، چه از لحاظ عددی و چه از لحاظ هندسی قطعات رو بسازن. در این حالت مشکلی پیش نمیاد و خب الان هم میبینیم که کارخانه های خودروسازی، کارگاه های سازنده جدا از مجموعه هستن، همه که قطعات رو میسازن، ارسال میکنن به مونتاژ کننده اصلی و اونجا مونتاژ میشه بدون هیچ مشکلی، موتور بهره برداری میشه. اینه که این قصه رو هم باید در این قضیه در نظر بگیریم. بعد از مطالبی که در مورد اهمیت تولرانس ها و اهمیت تولرانس گذاری بیان کردیم، در این قسمت نوبت میرسه به بحث وظایف و شرایط تولرانس ها. حالا با توجه به اهمیتی که دارن و مواردی که خواسته میشه، اندازه گذاری و تولرانس گذاری تحت چه شرایطی انجام میشه و اونها چه وظایفی را به عهده دارن. یک مفهومی تعریف میکنیم به نام اندازه. طبق تعریف استاندارد دین ایزوی 286 T1 و دین ایزوی 8015، ما اندازه استاندارد را یا تعریف استانداردی از اندازه به این شکل تعریف میکنیم که فاصله بین دو نقطه متقابل به عنوان یک اندازه تعریف میشه و اندازه ما باید حتما از یک عدد و یک واحد تشکیل شده باشه. وقتی که گفته میشه که اندازه 100 میلیمتر یا 200 میلیمتر، اون 100 یا 200 عدد و اون میلیمتر هم واحد اندازه گیری باید کاملا روشن و مشخص باشه. اصطلاح اندازه با وجود اینکه از یک اندازه‌ای به مفهوم اندازه‌های طولی استنباط میشه، ولی خب شامل موارد دیگری هم به طور عمومی میشه. اصطلاح اندازه از یک اندازه طولی استنباط میشه، ولی خب از اندازه‌های دیگه‌ای که باشه معمولاً به نوع اون اشاره می‌کنیم. یعنی فقط صرف اندازه‌های ما اندازه‌های طولی نیست، اندازه‌های مثل زاویه هم باید بهش اشاره بشه. مثلا اندازه زاویه آلفا چقدر هست، یا اندازه زاویه بتا چقدر هست، یا اینجا طول اچ به چه اندازه‌ای هست. این مفهومش یعنی این که دیگه باید به صورت کلی روشن باشه برای شما و برای افرادی که با این قضیه سر و کار دارن. بحث اندازه ما مقدمتاً اشاره کردیم و دیگه توضیحات کامل و مباحث کامل آشنایی با یک اندازه رو در بحث نقشه‌کشی صنعتی دوستان انشالله فرا گرفته باشند.
برای تلورانس گذاری ما یک چند تا وظایفی را از قطعه انتظار داریم. یعنی ما وقتی که یک قطعه را تلورانس گذاری می کنیم، در اثر تلورانس گذاری وظایف قطعه و شرایطی که در قالب اون پیش میاد باید واضح و مشخص باشه. بعد از تلورانس گذاری قطعه ما باید قابلیت مونتاژ داشته باشه، قابل مونتاژ باشه. و قطعات قابل مونتاژ به دو صورت مطرح میشه، یعنی یا بدون شرط هستن، یعنی قطعات مشابه به صورت دلخواه قابل تعویض هستند، یا به صورت مشروع، یعنی قطعات مرتب شده به صورت مشترک قابل تعویض باشند. اینها باید در قابلیت مونتاژ رعایت بشه. ببینید، به عنوان مثال فرض کنید که سوراخ‌های رزوه شده ای ما داریم. اینا مثلا میان در یک قاب ماشین تعبیه شدن و سوراخ‌های عبوری که روی یک درپوش هست، اینها را ما میتونیم به شکلی تلورانس گذاری بکنیم که هر درپوشی با هر قابی مناسب باشه، یا اینکه بیایم تلورانس ها رو یه مقدار بزرگتر بکنیم و این بزرگتر کردن تلورانس ها باعث میشه تا تولید ما و فروش ما در فروش اون قطعه بسیار ارزانتر باشه، یه مقدار خواهان بیشتری داشته باشه، ارزانتر تولید و فروخته بشه. در این صورت اگه درپوشی مثلا برای یک قاب نباشه که داریم تلورانس گذاری میکنیم، باید یه درپوش دیگری که مناسب باشه رو ما جستجو بکنیم، که معمولا خریدارها به این موضوع نمیان توجهی بکنن و توجه ندارن به این داستان ها، و این داستان ها معمولا مورد توجه تولید کنندگان هم هست که با توجه به این تلورانس گذاری میان این قطعه رو در نظر میگیرن. ببینید، قطعه ما طوری باید تلورانس گذاری بشه که در اون محدوده تلورانس خودش در اقتصادی ترین و مطمئن ترین حالت ممکن داشته باشه از لحاظ قابلیت تولید، یعنی شرایط اقتصادی با صرفه باشه برای ما، و شرایطی که برای ساخت در نظر میگیریم این شرایط هم یک شرایط مطمئن میباشن، یعنی خطاهای پیش اومده تا حد امکان یا خطاهای احتمالی تا حد امکان، از حالا خطاهای انسانی، خطاهای دستگاهی، خطاهای اندازه‌گیری، اینها در مطمئن ترین حالت خودشون باشه تا بشه از اون خطاها باید صرف نظر بکنیم. تلورانس هایی که موجود در نقشه ها هستن باید این خطاها رو رعایت بکنم. ببینید، ما یه قطعه ای ما قراره که تولید بکنیم برای قطعه ای مثلا از جنس پلی آمید. فرض کنیم حالا مثلا با روش قالب‌گیری تزریقی این جنس میخواد تولید بشه. طراح ما میاد میگه که به دلیل وظیفه کاری که این قطعه داره اندازه 150 میلیمتر رو داشته باشه، و طراح هم میگه حالا با توجه به شرایط کاری که هست اندازه ما 150 به اضافه منفی 0.1 میلیمتر در نظر بگیریم. توضیح این اندازه ها در بخش های بعدی کاملا روشن میشه. یعنی اندازه ما در واقع بیاد از 149.9 تا 151 میلیمتر رعایت بشه، یعنی داره انحراف مرزی باشه که این انحراف مرزی رو براش تعریف کردیم 0.2 میلیمتر، مثبت و منفی 0.1 میلیمتر، 0.1 از ابتدا و 0.1 از انتها که میشه 0.2 میلیمتر هست. بخش تولید میاد توضیح میده که تلورانسی که ما میخواییم برای این اندازه به دست بیاریم، تلورانسی که شما درج کردید، با توجه به امکاناتی که تولید کننده داره، این تلورانس در محدوده 0.1 میلیمتر یا مثبت و منفی 0.1 میلیمتر قابل تولید نیست. با شرایطی که تولید کننده یا سازنده داره میگه که برای ما مقدوره که این تلورانس در محدوده 150 به اضافه منفی 0.3 میلیمتر، یعنی با 0.6 میلیمتر بازی تلورانسی ما این رو تعریف بکنیم. خب در عمل قطعه هم امکان تولید رو داره و هم میتونه وظیفه خودش رو انجام بده در این حال. از نظر تولید کننده این قطعه قابلیت مونتاژ و تولید رو بدون مشکل رو داره، یعنی ما اگر بیایم که اون رو در محدوده 153 در نظر بگیریم، با وجود اینکه طراح گفته مثبت و منفی 0.1، اشکالی در مونتاژ و تولید ایجاد نمیشه. یعنی هم قطعه میتونه که هم خوب تولید بشه، هم مونتاژ بشه، هم در حالت مونتاژ بیاد وظیفه خودش رو انجام بده. خب به خاطر اینکه ما بیایم حالا این تلورانس رو تغییر بدیم، یعنی بیایم از مثبت و منفی 0.1 بیایم این رو بذاریمش به مثبت و منفی 0.3، یه دو تا حالت قابل پیش بینی هست برای طراح، که یکی اینکه بیا تلورانس ها رو بسته تر در نظر بگیره برای احتیاط، یا به دلیل اینکه آگاهی کافی از شرایط کاری وجود ندارد این تلورانس ها بسته تر در نظر گرفته شده باشه. و این موارد رو ما معمولا در عمل زیاد داریم، یعنی قطعه ما در محدوده تلورانسی باز قابلیت تولید رو داره، اما با وجود اینکه طراح میخواد احتیاط بکنه یا اینکه با شرایط تولید کاملا آگاه نیست، یه مقدار تلورانس بسته در نظر بگیره، یا اینکه تلورانس گذاری در محدوده انسانی و تجربیات به جای تلورانس گذاری فنی انجام میشده قبلا، و این هم باز اشکالی نداره، یعنی در واقع با توجه به تجربیاتی که اومده و به وجود اومده و
مسائلی که هست، این ترانس گذاری رو ما میتونیم بازترش بکنیم یا بسته تر بکنیم با در نظر گرفتن شرایط کاری. از طرف کنترل کیفیت، اگر ما مدام بخوایم از اون حالتهای مجاز تجاوز بکنیم، یعنی اون حالتهای در واقع ارفاقی رو در نظر بگیریم، خیلی این مطلب ایدئال و درستی نیست که طراح نه خودش زیر سوال بره نه کارش. پس بنابراین بهتره که تلرانس ها را اگر نیاز هست تعریف بشه و این تلرانس ها را در واقع روشون تجدید نظر بکنیم. یکی دیگر از وظایف و شرایطی که برای تلرانس گذاری باید در نظر بگیریم اینه که ما تلرانس هامون رو بتونیم راحت کنترل بکنیم، یعنی وقتی که قطعه ما در محدوده تلرانسی تعریف میشه، در واقع بیایم و قابلیت اندازه‌گیری و کنترل را براش در حد مطلوب و ایدئالی تعریف بکنیم. تلرانس ها در محدوده تعریف بشن که با ابزار اندازه‌گیری که ما در اختیار داریم مطمئن باشیم که میتونیم این تلرانس ها رو خوب اندازه‌گیری بکنیم و با نقشه اولیه مقایسه بکنیم، ببینیم وظیفه خودش رو در محدوده تلرانسی میتونه خوب انجام بده یا خوب انجام نده، و در واقع بتونیم که ثبت وظایف و خصوصیات مونتاژی رو هم مد نظر داشته باشیم. یعنی فقط حالا به صرف اندازه گرفتن نباشه، وقتی که وظیفه خودش رو قطعه بخواد انجام بده و شرایط مونتاژی رو هم در نظر بگیریم، اینها در تلرانس گذاری ما مؤثر خواهد بود. روش های اندازه گیری در تلرانس ها معمولا با نوع تلرانس ها و المان ها و استاندارد هایی که برای مرجع تلرانس گذاری و اندازه گیری تلرانس تعریف میکنیم ارتباط مستقیم داره. خب روش اندازه‌گیری ما میتونه به صورت دستی با ابزارهای اندازه‌گیری بسیار ساده باشه و یا اینکه با ابزارهای اندازه‌گیری ماشینی باشه. مثلا به عنوان مثال کوریس‌ها با ابزارهای اندازه‌گیری دستی ساده هستن، ولی ایرگیج‌ها خب ابزارهای اندازه‌گیری بسیار دقیقی هستن که با استفاده از اونها ما میتونیم تلرانس‌ها رو کنترل بکنیم. تعیین تلرانس‌ها به عهده چه سازمان و چه ارگان و چه فردی است؟ تعیین تلرانس های اندازه قطعات صنعتی رو در درجه اول باید شخص طراح مشخص بکنه، و یا اون شخصی که حالا میاد جزئیات نقشه را ایجاد میکنه، کنترل میکنه، اون باید تلرانس ها رو تعیین بکنه که تلرانس های ما بر چه اساسی، بر چه اصولی قرار میگیرن و دارای چه دقتی باشن، و آیا دقت 0.01 میلیمتر برای تعیین تلرانس کافیه، آیا دقت 0.1 میلیمتر کافی هست، آیا دقت بیشتری نیازمنده، مثلا دقت میکرونی نیاز داریم، دقت 0.01 میلیمتری نیاز داریم. اینها بستگی به شرایطی هست که طراح باید برای تلرانس گذاری در نظر بگیره و جزئیات نقشه رو کنترل بکنه. حالا عوامل ایجاد کننده تلرانس چیا هستن و طراح ما بر چه اساسی تلرانس ها را ایجاد میکنه؟ یکی مشخص شدن وظیفه قطعه است. یعنی قطعی ما باید طراح کاملا مطمئن باشه از پروسه بهره برداریش که بعد از اینکه این قطعه ساخته میشه و میخواد به بهره برداری برسه، وظیفه قطعه و کارش در داخل اون دستگاهی که میخواد مونتاژ بشه و قرار بگیره چی هست، یا اگه قراره که به تنهایی فرایندی را انجام بده و کار تولیدی را انجام بده، وظیفه اون دقیقا کاملا برای شخص طراح واضح و روشن باشه. یعنی شخص طراح هم فقط به صرف مطالب تئوری نباید اکتفا بکنه، در عمل باید فرایند تولید را از نزدیک دیده باشه و آشنایی کامل داشته باشه و لمس کرده باشه. تجربیات و اطلاعاتی که از ساخت و مونتاژ قطعه در دسترس هست، این هم از جمله عامل مهمی است که به طراح کمک میکنه تا بیاد و تلرانس خودش رو بر این اساس تعیین بکنه. حالا با توجه به تجربیات قبلی، قطعات مشابهی ساخته شده، طراحان مشابهی قطعات مشابهی را طراحی کردن، سازندگان قبلی که این قطعه را ساختن با چه مسائل و مشکلاتی مواجه بودن، در هنگام بهره برداری و مونتاژ نهایی چه اتفاقاتی افتاده، اینها همه باید برای طراح مشخص و روشن باشه که بتونه به عنوان یک پارامتری در نظر بگیره. یکی هم تلرانس و اندازه گذاری معتبر و تایید شده از سوی کنترل کیفیت هست. خب واحد کنترل کیفیت که میخواد اون قطعه و اون دستگاه رو اندازه گیری بکنه، ابزارش رو دقیقاً برای شخص طراح تعریف و مشخص کرده باشه و بدونه که به چه حالتی میخواد اون شخص اندازه برداری بکنه، چه امکاناتی در دسترس هست، برای اندازه گذاری و اندازه برداری از چه استانداردهایی باید استفاده بشه، که تلرانس گذاری ما هم بر اساس همون استانداردها و یا استانداردهای نزدیک به اونها ادامه پیدا بکنه و بتونه که از اون مطالب استفاده بکنه برای تلرانس گذاری. اینها نشون میده که انتظار اینکه طراح به تنهایی بتونه تلرانس گذاری رو انجام بده یک انتظار معقول و قابل قبولی نیست. باید حتما این سیستم طوری تعریف شده باشه که بتونه برای ما طراح با همکاری واحدهای دیگر این مبحث رو به سرانجام برسونه. یعنی اینها عواملی هستند که وظایف تلرانس ها را بر عهده دارند و این سیستم را میتونند برای ما انجام بدن.